سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم حل بکنیم یک تمرین از سرعت متوسط سرعت لحظه ای و معادله مسیر حرکت دو بعدی که یک تمرین هفتم فصل اول کتاب فیزیک پیش دانشگاهی هست سوال همینه به ما گفته شده که معادله حرکت یک جسم این هست بذارید من اینجا دوباره بنویسم گفته ایکسش هست 6 تی بر حسب زمان و وایش هم هست دو تی به توان دو و علاوه یک و واحد هم واحد استاندارد SI هستند. و بعد در قسمت الف از ما خواسته که اولا معادله سرعت جسم رو بنویسیم و ثانیا بزرگی سرعت رو در تیم مساوی با دو ثانیه حساب بکنیم خب پس سراغ قسمت ب و هم خواهیم رفت بذارید من اینجا بنویسم الف و بریم سراغ قسمت الف خب یک چیزی که من بهتون نگفته بودم اینه که اصلا معادله سرعت چیه خب اما عملا بهتون گفتم و فقط این اسم رو نگفته بودم و اون هم این بود که ما در ویدئوی قبل دیدیم که من میتونم سرعت لحظه ای یک جسم رو به این شکل بنویسم که برابر هست با مشتق جابجایی در راستای x به نسبت زمان آی هات، یعنی بردار یک کی محور x ها به علاوه مشتق جابجایی در راستای وای به نسبت زمان جی یا برداری که محور وای ها که این عبارت در حقیقت بود وی ایکس و این عبارت هم در حقیقت بود وی وای یعنی سرعت در راستای محور ایکس ها آی و علاوه سرعت در راستای محور وای ها جی این میشد سرعت لحظه جسم به این دو عبارت یعنی وی ایکس که تابعی از زمان هست و وی ای وای که تابعی از زمان هست اندازش میگی معادله سرعت یعنی اگر من به شما به صورت دقیق اندازه وی و اندازه وی رو به صورت تابعی از زمان بدم در حقیقت وی ایکس و وی هر دو یعنی نه فقط اندازشون رو که حتی منفی هم میتونن باشن به صورت تابعی از زمان بدم معادله سرعت رو به صورت دقیق مشخص کردم و خب اینجا فرمولشون رو هم نوشتم دیگه یعنی Vx مساوی هست با آهنگ تغییر سرعت در راستای X به نسبت زمان که این مساوی میشه با 6 یعنی من اگر از 6 تی به نسبت تی مشتق بگیرم میشه 6 و وی وای که مساوی هست به آهنگ تغییر معلفه وای به نسبت زمان میشه 4 تی یعنی اگر از این عبارت مشتق بگیرم میشه 4 تی و این مجموعه که به صورت دقیق مشخص میکنه سرعت در راستای ایکس و سرعت در راستای وای رو به صورت تابعی از زمان من میگم معادله سرعت پس این مجموعه هست معادله سرعت خب حالا ما دیگه راحت میتونیم بزرگی سرعت رو در تی مساوی با دو ثانیه حساب بکنیم دیگه چرا بذارید اصلا من یک مختصات دکارتی اینجا براتون رسم بکنم که با هم دیگه بتونیم خیلی بهتر در مورد سرعت صحبت بکنیم در تی مساوی با دو ثانیه وی ایکس چقدره؟ خب وی ایکس که اصلا شیش مستقل از زمان وی وای مساوی هست با 8 پس وی ایکس من تقریبا یک همچین برداری خواهد بود در تیم مساوی با دو ثانیه مثلا از مبدا میاد به اینجا این وی ایکس منه و وی وای من هم مثلا تقریبا یک همچین برداری خواهد بود که طول این بردار 8 طول این بردار 6 و در نتیجه سرعت لحظه من در تی مساوی با دو ثانیه مساوی هست با 6 در راستای محور ایکس ها به علاوه 8 در لاستای محور وای ها که اگر من این بردار رو رسم بکنم سرعت لحظه من تقریبا این بردار خواهد بود یعنی این بردار الان سرعت لحظه من هست V در زمان دو خب به دست آوردن بزرگی این بردار دیگه خیلی راحته دیگه من مطمئنم همه تو میدونید که اندازه V2 مساوی هست با رادیکال 6 به توان دو به علاوه 8 به توان دو که این مساوی میشه با ده. یعنی اندازه بزرگی سرعت در تی مساوی با دو ثانیه هست ده خب خیلی هم خوب حالا میتونیم بریم سراغ قسمت ب قسمت ب به ما گفته که معادله مسیر این حرکت رو به دست بیارید خب معادله حرکت رو داده معادله مسیر رو میخواد این چیزیه که من مطمئنم دیگه شما خیلی راحت میتونید انجام بدید ولی بذارید من این قسمت رو پاک بکنم تا بریم با همدیگه یک بار دیگه به دست آوردن معادله مسیر رو تمرین بکنیم خب من میدونم که x مساوی هست با 6 تی و وای مساوی هست با دو تی به توان دو به علاوه یک معادله مسیر چجوری به دست می اومد من وای رو بر حسب x می خواستم و لازم بود تی رو از این دو معادله حذف بکنم کاری که می کردم این بود که تی رو از یکی از معادله دو معادله به دست می آوردم که معمولا معادله ساده تر بود اینجا تی میشه X شیشم و اونو قرار می دادم در معادله دوم یعنی اینجا نتیجه می گیرم که وای مساوی میشه با دو x هم به توان دو و علاوه یک که این مساوی میشه با دو زب در x به توان دو تقسیم بر سی و شیش یعنی x دو هیجده هم به علاوه یک یعنی این الان معادله مسیر حرکت من هست که من به راحتی میتونم رسمش بکنم یعنی یک نمودار دو درجه دوی هست که داره به صورت سعودی حرکت میکنه و در نهایت میتونیم بریم سراغ قسمت پ الان به ما گفته شده بردار سرعت متوسط جسم رو بین لحظه تی مساوی با یک و تی مساوی با دو ثانیه بر حسب این بردارهایی که بنویسید خب یادتون هست دیگه که سرعت متوسط بین دو زمان خاص مساوی بود با جابجایی در اون دو زمان تقسیم بر دلتا تی یعنی چقدر طول کشیده که اون جابجایی انجام بشه خب اینجا الان دلتا تیمون که هست یک پس سرعت متوسط دقیقا برابر میشه با جابجایی جا تقسیم بر یک من کافیه که جابجایی را از لحظه تی مساوی با یک تا تی مساوی با دو حساب بکنم که این هم دیگه همه خیلی راحت بلد هستید در تی مساوی با یک ثانیه مؤلفه های ایکس و وای جسم من چی هست x هست 6 وای هست 3 در تی مساوی با یک تا نتیجه من میدونم بردار جسم من یعنی بردار مکان جسم من در لحظه یک هست 6 i به علاوه 3 j و بردار مکان من جسم من در لحظه تیم مصائبت 2 ثانیه چه جوری به دست میاد خب مختصات دکارتیش هست 6 دو تا 12 و دو اگر بذارم اینجا 2 4 تا 8 علاوه 1 و 9 در نتیجه r2 یعنی بردار مکان در لحظه دو هست دوازده آی به علاوه نو جی خب من الان میتونم کارم رو بدونش کشیدن هیچ شکلی ادامه بدم و سرعت متوسط رو به دست بیارم ولی من ترجیح میدم که یک شکل هم بکشم تا کمی قضیه برای شما و خودم حتی شفافتر بشه پس بذارید من این نمودار رو پاک بکنم یک نمودار جدید بکشم تا بتونیم روی شکل با هم دیگه بیشتر و بهتر و دقیقتر در حقیقت صحبت بکنیم فرض بکنید که این 6 باشه و این 12 و این نقطه مثلا 3 6 9 12 3 6 9 12 این y هست و این x خب جسم من در لحظه 1 در نقطه 6 و 3 یعنی تقریبا در این نقطه و در لحظه 2 در نقطه 12 و 9 یعنی تقریبا در این نقطه پس بردار مکانش در لحظه یک این برداره یعنی این آر که من کشیدم اینه و آردویی که من کشیدم هم این هست خب بقیه کار دیگه خیلی راحت دیگه تنها کاری که من باید بکنم اینه که بردار جابجایی رو به دست بیارم که طبق چیزی که از روی شکل هم میتونید ببینید بردار جابجایی این بردار هست دلتا آر از نقطه یک به نقطه دو این برداره و حتی بدون کشیدن شکل هم شما میتونستید به دست بیارید که دلتا R مساوی هست با R2 منهای R1 که مساوی میشه با 6i ببخشید 12i به علاوه 9j منهای 6i به علاوه 3j که این مساوی میشه با چیزی که از درس بردارها همتون بلدید 6i به علاوه 6 ج. پس این میشه بردار جابجایی من و در نتیجه سرعت متوسط من در بازه یک تا دو مساوی میشه با 6 آی به علاوه 6 J تقسیم بر دلتاتی که هست یک یعنی مساوی میشه با 6 آی به علاوه 6 J متر بر ثانیه یعنی سرعت متوسط جسم من همونجوری که انتظار داشتم دقیقا در راستای جابجایی من شد طبق چیزی که در ویدیو قبل گفتیم و هر دو معلفش هم با هم برابر هستن یعنی با سرعت 6 متر بر ثانیه داره به سرعت متوسط اینجا در راستای محور X ها حرکت میکنه و با سرعت 6 متر در ثانیه در راستای محور Y ها که کاملا هم معقول هست چون 6 متر در راستای محور X ها در یک ثانیه رفته جلو و 6 متر هم در راستای محور Y ها در یک ثانیه رفته جلو خب خیلی هم خوب این مثال خیلی خیلی خوب رو با هم حل کردیم در ویدئوی بعد حرکت در دو بود رو ادامه خواهیم داد فعلا خدافظ